شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زنانه از استکهلم با ما همراه هستند. خوش آمدید خانم شمس. قدری از اهمیت این گردهمایی هایی که بر سر مزار کشته شدگان خیزش انقلابی برگزار میشه به ما بگید. تصاویر رو دیدیم، حضور مردم در این مناسبت ها چه اهمیتی داره و نشانه چیست؟ سلام به شما و بینندگان این برنامه. مزار کشته شدگان انقلاب زن زندگی آزادی و دیگر کشته شدگان راه آزادی به صحنه جدال جامعه با جمهوری اسلامی تبدیل شده. ما در طول انقلاب زن زندگی آزادی و قبلتر هم دیدیم هر جا که جنبش دادخواهی نمود پیدا میکنه جمهوری اسلامی وحشت میکنه، چرا که جنبش دادخواهی یکی از اساسی ترین جنبش ها در دل جنبش سرنگونی هست. وقتی خواسته این جنبش محاکمه سران نظام جمهوری اسلامی، محاکمه آمرین و عاملین کشتار جوانان ایران و مردم ایران هست، این خواسته در گرو سرنگونی جمهوری اسلامی. بنابراین ما هر جا جنبش دادخواهی رو داریم جنبش سرنگونی رو هم داریم و همین دلیله که جمهوری اسلامی اینقدر از تجمع مردم، حضور خانواده ها سر مزار کشته شدگان راه آزادی وحشت داره. به خاطر همینه که تلاش کرد سر مزار مهسا امینی حصار بکشه که از دید خارج بشه. هر وقت فراخانی بود راه آرامستان ها رو بست برای اینکه خانواده ها اونجا حضور پیدا نکنن. خانواده هایی که دیدیم در طول 10 ماه گذشته چگونه به مردم فراخان میدادن که مردم سکوت نکنید، فراخان به اعتراض میدادن، چگونه مردم جمع میشدن اونجا و با هم همبستگی رو اعلام میکردن، همبستگی با خانواده ها رو، به اونها میگفتن که تنها نیستید و جبهه مخالف جمهوری اسلامی، جبهه انقلاب زن زندگی آزادی رو تقویت میکردن. این اقداماتی که مردم دارن انجام میدن، این صحنه هایی که شما دارید الان نشون میدید، این صحنه ها بخشی از انقلاب زن زندگی آزادیه. مردم، خانواده هایی که سر مزار کشته شده ها جمع میشن دارن یک پیام میدن که این انقلاب ادامه داره. کسایی که اونجا دارن فراخوان میدن، اعتراض میکنن، یاد کشته شده ها رو گرامی میدارن، فریاد میزنن که ما تجدید عهد و پیمان میکنیم با این کشته شدگان، یعنی اینکه این انقلاب همچنان داره ادامه میده، ادامه داره به این شکل. و این یکی از اشکالی هست که ما شاهدش هستیم. درجه اهمیت این حضور در آستانه سالگرد قتل حکومتی مهسا امینی و سالگرد سرآغاز انقلاب زن زندگی آزادی چندین برابر میشه. جایی که جمهوری اسلامی با تلاش برای برگرداندن گشت ارشاد، با بازداشت ها، با ایجاد فضای رعب و وحشت تلاش میکنه که برگزاری مراسم سالگرد مهسا امینی و انقلاب زن زندگی آزادی رو در واقع غیر ممکن بکنه یا سخت بکنه، این اقداماتی که داره انجام میشه کمتر از 2 ماه مانده به 25 شهریور یک پیام از طرف جامعه است و یک آمادگی از طرف جامعه است که این مراسم سالگرد قتل مهسا امینی رو جمهوری اسلامی نمیتونه مانع از برگزاریش بشه. جمهوری اسلامی نمیتونه مانع از برگزاری سالگرد انقلاب زن زندگی آزادی بشه. ما در کنار این کنش جمعی از سوی مردم شاهد واکنش حکومت و فشار حکومت نه تنها علیه خانواده کشته شدگان و همراهان خیزش انقلابی هستیم، بلکه در موارد بسیار زیاد حکومت با کسانی که بر سر مزار کشته شدگان هم حاضر میشند برخورد میکنه. واهمه حکومت از یک گردهمایی ساده و گرامی داشت یاد و خاطره این کشته شدگان از چیست؟ ببینید، جمهوری اسلامی اسم کسایی که کشته شدن در راه آزادی رو میذاره اغتشاشگر. از طرف دیگه مردم اینها رو قبول ندارن. این فرمول بندی که جمهوری اسلامی میکنن قبول ندارن. اینها کسانی هستن که برای زن، برای زندگی، برای آزادی جنگیدن و مبارزه کردن. کاری که مردم میکنن اینه که پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو از بین میبرن. اون ترس و وحشتی که جمهوری اسلامی ایجاد میکنه برای اینکه هر کسی
یاد اینها بکنه، هر کسی پا تو راه این کشته شده ها بذاره، سرنوشتش، سرنوشت همین کشته شده ها خواهد بود. مردم این حصار ترس رو میشکنند با حضور سر مزار این کشته شدگان. بنابراین جمهوری اسلامی از یک طرف تلاش میکنه یاد و خاطره اینها رو از بین ببره، اینها رو اغتشاشگر بنامه، از طرف دیگه جامعه اینها رو ارزش های انقلاب زن زندگی آزادی میدونه، کسانی که برای آزادی کشته شدن، و این روحیه رو داره منتقل میکنه که ما هم پا در راه کسایی میذاریم که برای آزادی کشته شدن. بنابر اینه که ما شاهد یک جدالی هستیم سر مزار کشته شدگان. جمهوری اسلامی ممکنه بازداشت بکنه، خشونت به خرج بده، راه آرامستان ها رو ببنده برای اینکه اون نیروی اعتراضی و انقلابی مردم رو بخواد خنثا بکنه یا از بین ببره، در صورتی که ما میبینیم نه تنها جمهوری اسلامی موفق نشده، بلکه همونطوری که در داخل ایران میشنویم این آتش زیر خاکستر مردم از حصار ترس رد شدن، هر کاری جمهوری اسلامی میکنه خشم مردم افزایش پیدا میکنه و ما شاهد این هستیم که این تجمعات با قدرت همچنان ادامه داره و اون ترس و وحشتی که جمهوری اسلامی داره که هر کدوم از این جمع شدن ها، هر کدوم از این گرد همایی ها میتونه به یه اعتراض بزرگ منتهی بشه، بر قوت خود باقی هست.